بینندگان عزیز، هموطنان گرامی، سلام همه دستاندرکاران مجله اجتماعی اقتصادی رو خدمتون عرض میکنم. در آستانه 40 سال حاکمیت جهل و جنایت و غارتگری در میهن اسیرمون ایران هستیم. به همین خاطر در نظر داریم که در سلسله برنامه هامون به افشای هرچه بیشتر این غارتگری 40 ساله رژیم ولایت فقیه بپردازیم. انهدام کشاورزی، ورشکستگی کارخونه ها و گزارشی از فقر و محرومیت در استان سیستان و بلوچستان تیترهای 3 گزارش این شماره از مجله که با هم خواهیم دید. بعد از شنیدن اخبار به این گزارش ها توجه کنید. رشد اقتصادی منفی اقتصاد رژیم در سال 2019. رسانه حکومتی فرارو. مرکز پژوهش‌های مجلس چشمانداز رشد اقتصادی سال 98 را تخمین زد. بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال 98 در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی 4.5% نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقب‌گرد 5.5% سال آتی را به پایان خواهد رساند. بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریم ها خواهد خورد، به حدی که احتمال از دست رفتن 1/3 از تولیدات نفتی نسبت به سال جاری وجود دارد. افزایش 240% قیمت روب گوجه فرنگی در 1 سال. خبرگزاری حکومتی ایلنا. بر اساس نتایج به دست آمده در دیماه سال 1397 بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته مربوط به اقلام مرغ ماشینی با 15.6% افزایش، پیاز با 13.6% افزایش و گوشت گوسفند با 9.1% افزایش بوده است. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل دی 1396 مربوط به رب گوجه فرنگی با 238.2% افزایش و پس از آن موز با 129.2% افزایش و سیب درختی زرد با 116.6% افزایش می باشد. تورم تولید کننده بخش خدمات در فصل پاییز 25.5% شد. خبرگزاری حکومتی تسنیم. شاخص کل قیمت تولید کننده بخش های خدمات در فصل پاییز 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.5% افزایش یافته است. گرانتر شدن کالاهای اساسی با حذف ارز 4200 تومانی. مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع با فرض حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارز سامانه نیما حدود 8000 تومان به این کالاها سطح عمومی قیمت‌ها تا 6% افزایش می‌یابد. سیاست‌های غارتگرانه کشاورزان ورزنه را به نان شب محتاج کردند. یکی از کشاورزان اهل ورزنه قرار بود آذر ماه به کشاورزان برای کشتشان آب داده شود که ندادند. 15 دی هم قرار بود آب داده شود که باز هم داده نشد و زمان آن را به تأخیر انداختند. اکنون زمان کشاورزی است و کشاورزان نیازمند آب هستند. سال قبل هم به آنها آبی داده نشد و این امر موجب شده که اوضاع اقتصادی کشاورزان بسیار بد باشد. افراد اکنون به نان شب محتاج هستند. افرادی هستند که 100 جریب زمین دارند، اما به خاطر نبود آب کشاورزی وضعشان به جایی رسیده که شبها دیر به خانه می روند تا اهل منزلشان با دستهای خالی آنها مواجه نشوند. صنعت دامداری کشور بعد از 40 سال حاکمیت آخوندهای فاسد به نقطه‌ای رسیده که بانک مرکزی همین رژیم اعلام کرده که میانگین مصرف سرانه گوشت قرمز برای هر نفر 11.5 کیلوگرم و مصرف سرانه گوشت مرغ برای هر نفر 24 کیلوگرم در ساله. و باز هم به اعتراف مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، این آمار 1/3 کشورهای پیشرفته جهانه. بله دوستان، تازه همین مقدار ناچیز هم در صورتیه که مردم با این همه گرانی سرسام‌آور بتونن در ماه این 1 کیلو گوشت هم بخرن، ولی دریغ و درد که خانواده هایی هستن که مدت های زیادیه که در سفره هاشون گوشت پیدا نمیشه. همکارانم گزارشی از انهدام دامداری تهیه کردن که با هم میبینیم. موسیقی
از بدبختی که میکنه دیگه. یکی از ثروت که میکنه، یکی از بدبختی. ما از بدبختی که میکنه بابا. یارانش یارانه به درد من میخوره. من 10 کارگر داشتم، من با 10 خانوار نام میدادم، به این گرفتار شدم. گفتم بابا روستای دیگه، دولت میگه که روستای، اینم روستای. الان چکار کنم؟ چه خاک سرم بریزم؟ الان 68 سالمه، الان من چه خاک سرم بریزم به این وضع؟ به این وضع من چکار کنم؟ کجا برم؟ هیچ چیز دستم در نمیاد بغیر از گوسفندداری. دامداری همچون کشاورزی در ورطه نابودی قرار گرفته است. رژیم تلاش می‌کند که انهدام دامداری را به خشکسالی مشروط کند. اما حال و روز و دردهای روستاییان در کل کشور، نبود رسیدگی از سوی نهادهایی مثل به اصطلاح جهاد کشاورزی است که میلیاردها پول برای همین کار می‌گیرند و بالا می‌کشند. همچنین عدم حمایت دولت آخوندی از تولیدگران و واردات بی‌رویه که منبع سود و پر کردن جیب سردمداران حکومتی است را باعث ورشکسته شدن خود می‌دانند. الان 4 سال خوابیده. 4 ساله تعطیل شده یعنی؟ 4 ساله خوابیده. من بیکارگراشون چی شدن؟ بیکارا شما رفتن برای خود. اینجا توی مجموعه جز یکی از گاوداری‌های درجه یک استان تهران بوده، یعنی کلیه مسئولین اگه می‌خواستن تعطیل. کلیه مسئولینی که می‌خواست بیان بازدید کنن، اول میومدن اینجا رو بازدید می‌کردن. دیگه مجموعه که شما مشاهده میکنین داریم میبینین دیگه، خودش گویای همه مسائل و مشکلات هست. 100 تا الان گوسفند داشتم پارسال پیرسال، الان 25 تا 30 تا دارم. 10 تا گاوم مرده، بیمه هم کردم، 3-4 تا گاوم پولش بیمه نداد. دامداری دیگه نابود میشه، از 96 دیگه دامدار همه انصراف میدن. 30 راست تمام مرده، 19 راست خوشالم مرده، 5 سالم دارم میرم میام، کس نیست به دادم برسه. دیگه توان مال ندارم. همون بدبختی، خشکسالی، گرانی اومد، دولت به ما کمک نکرد، روز بر روز افتادم عقب. این وضعمه. این کندوها چرا اینجوری هم؟ چرا زنبور ندارن؟ دیگه مرد، دیگه پول ندارم، باید پول باشه بخرم. چی شدم که مردن؟ مردن دیگه، آفات گرفتم مردن. این پشم گوسفنده همش، اونجا هم دارم، اونجا هم. ببین، اینا همه پشم گوسفنده. کسی نیست به ما بگه آه یک کیلو به ما بده. ببینم. کسی نیست به ما آتش میزنیم، بیشترش آتش میزنیم. کسی نیست که به ما بگه آه یک کیلو به ما پس به گوسفند بده. اینا باید دولت بخره دیگه، ما به کی بدیم؟ این فرش تازی های میکنن از این فرش به قول معرف نفتی بدتره. اینقدر ما پشم را میریزیم بیرون آتش. الان 10 سال من پشم نمیروشم، فقط آتش میزنم. اینا باید چی بخریم؟ ما چه داریم؟ رفتم فرمانداری گفتم آقا من آذوقه کم دارم. آذوقه تقریبا 6 سال پیش زمستان بود کم داشتم. جاد رفتم فرمانداری، رفتم این برابر رفتم پیش فرماندار. فرماندار گفت میدونی چیه؟ آقای رمضانی 500 تومن مشکل شما رو حل میکنه. همونطور کوبیدم تو سرم، گفتم 400 تا گوسفند تولی دارم، روزی 2 میلیون خرجشی. من پول میخوام، درس قرض میخوام، نمیخوام که به من کمک کنی. 10 روز دیگه میدم. 6 گاو و علی قسم 6 گاو فروختم 6 میلیون 600 تومن. 10 روز دیگه فقط 1 گاو فروخت 7 میلیون. اینقدر درد کردم. نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد من به عنوان نماینده شهرستان ورامین که دامپروری عمده فعالیت آن را تشکیل می‌دهد، اعلام خطر می‌کنم که این صنعت در حال نابودی و از بین رفتن است. به من چرا وام نمی‌دی؟ آه به روستایی که تو شهره به اون وام می‌ده، آمده اینجا ویلا درست کرده، پدر من در میاره. به من آبم نمی‌دی، من می‌خورم. آه به من وام بده، من کارم پیش بری، اون خودش میاد. اون منو ببینی؟ بعدم درسته خودش میاد. اما میگه رمضان که 500 تا گوسفند داشت، اسب داشت، قاطر داشت، گاب داشت، 500 تا گوسفند شده 50 تا. علت اصلی چیست؟ چرا روز به روز شاهد نابودی دامداری کشورمان هستیم؟ نایب رئیس ارگان حکومتی اتحادیه دامداران تهران اعتراف میکند اکنون بیش از 50% واحدهای پرواربندی
و بیش از 20% واحدهای شیری ما تعطیل است و تولید شیرهای سنتی هم که رو به نابودی است. امروزه به هر کجا در نظام ولایت فقیه سرک می‌کشیم، صحبت از ورشکستگی و آینده تیر و تاریک برای میلیون‌ها هموطن در میهن اسیرمونه. یکی از اون جاها وضعیت کارخونه هاست که یکی پس از دیگری تعطیل میشن و یا در آستانه ورشکستگی هستن. و همین وضعیت نابسامان نگرانی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هاشون رو به همراه داره. گزارشی از وضعیت کارخونه ها تهیه کردیم که به اون توجه کنید. در حاکمیت سیاه آخوندی به خاطر عدم حمایت دولت دوز و چپاولگر از تولیدات داخلی و واردات بیرویه و بیحساب و کتاب کالاهای خارجی و چینی و وضع بیمه های سنگین برای تولیدگران، اکثر کارخانه ها و صنایع داخلی یا ورشکست شدند و یا ناگزیر در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. روز اول بهمن 97 روزنامه حکومتی جهان صنعت زیر عنوان سهم دولت در نابودی تولید نوشت: طی 7 سال گذشته بیش از نیمی از کارخانه ها تعطیل یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می دهند. ناگفته نماند که برخی از این کارخانه ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشتند. نیروی کاری که از این کارخانه ها اخراج می شوند هم گویی به دره زندگی سقوط می کنند. نمیشه. هر روز دمم می زنه که آقا به فکر کارگر هستیم، اما روز به روز بیکاری زیاد، کارگاه کارخونه ها برشکست. این هم یه کارخانه بی عظمت تویش ایران وجود داره؟ کدوم کارخانه بی عظمت این همه نیرو داره که بخواد الان بی روز بیفته؟ بابا والا بلا برشکست شدیم، والا بلا همه بیکاریم، چه کار باید بکنیم تا کی؟ کارگرانی که در این کارخانه ها کار میکنن فقط باید از جانشان مایه بگذارند و حتی بیمه که از اولیه ترین حقوق یک کارگر هست با آنها تعلق نگرفته است. چون بیماری جز بیماری خاصه، الان بیمه که رفته بودم به حساب خودشون 3-4 سال من اونجا بیمه بودم، یه دفعه که بخاطر اینکه دفترشان خواستم تمدید کنن کردن 2 سال. اگه بخواد کارخونه تمدید بشه بخواد چیکار کنم؟ باید واقعیت این است که بیمه کارگران را با انواع شگردها من جمله بیمه تکمیلی دور میزنند. پدرم فوت کرده، چند سال سرپرست 2 خانواده، مادرم و برادر کوچکترم به خودم دارن، جزء تحت سرپرستی من هستن. حالا وضعیت الان خودتون دیگه مشاهده دارید، مخنده شوری وضعیت کارگریه دیگه. الان واقعا شیمی درمانیاشو دارم انجام میدم که دوباره توده عود نکنه. دیگه مرحله دیگه الان درگیر همه کاره. یه کارگر اگر فرض کنید که بچه‌ش مریض میشه، خودش یه امراض خاص داره مثل سرطان و غیره، میگن بیمه تکمیلی. باز در بیمه تکمیلی هم وقتی رجوع میکنه به بعضی از بیمارستان ها و غیره، میگن این آمپول برو خودت آزاد بخره. حالا اون آمپولی که نرخش مثلا ممکنه نرخ تعرفیش 200,000 تومان باشه، این بدبخت باید بره 2.5 میلیون تا آمپول بده. پسرم اینجا کار میکرد، پسرم حادثه براش پیش اومد، بیمه هیچ حمایتی از من نکرد، برای پسرم هیچ کاری نکرد. خودم هم الان توی سن مستاجرم هستم، اگر کارخونه بگه برو چیکار کنم؟ او بچه‌م اونجوری، خودم هم اینجوری چیکار کنم؟ با اینکه همه کارگران حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند، اما بر اساس گزارش روزنامه حکومتی جهان صنعت در 23 مهر 97، 96% از بیکاران از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمی‌کنند. این روزنامه اضافه کرد
آمار ارائه شده نشان می‌دهد از کل جمعیت 1,808,447 نفری که شغل خود را طی 5 سال گذشته ترک کرده اند فقط 64,364 نفر از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و 1,744,083 نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند. و به این ترتیب رژیم آخوندی که هر ماه از همه کارگران حق بیمه دریافت می‌کند، در زمانی که باید به تعهداتش عمل کند، یک بار دیگر پنجه غارتگرانه اش را بر حلقوم و جیب کارگران می‌اندازد. امری که بدون شک در اعتراضات کارگران و خشم و خروش آنها پاسخ خواهد گرفت. این روزها آخوندهای دجال با نمایشات مضحک و سریالهای تلویزیونی سبک آخوندی میخوان نشون بدن که در آستانه 40 سال غارتگریشون به شکوفایی اقتصادی رسیدن. یکی از این نمایشات آخوندی در مورد استان فقیر و محروم سیستان و بلوچستانه که همه با اون آشنایی دارید. ولی اونقدر وضع وخیمه که نماینده سیستان و بلوچستان در شورای عالی حکومتی مجبور به اعتراف میشه و میگه مردم این استان کودکانشان را بدون صبحانه به مدرسه میفرستن و آنچنان فقیر هستن که ماهاست چشمشون به یک تیکه گوشت هم نیفتاده و با نون خشک زندگی میکنن. بله دوستان، تازه این گوشه ای ناچیز از این همه فقر و محرومیتیه که اینطوری اعتراف میشه. به گزارشی که در این زمینه تهیه شده لطفاً توجه کنید. مردم استان سیستان و بلوچستان به همان اندازه که از حاکمیت آخوندها بیزارند، همانقدر هم محروم هستند. شرایط آنقدر بحرانی است که عضو مجلس ارتجاع از زاهدان زندگی مردم این منطقه از کشور را با فقیرترین مردم قاره آفریقا مقایسه کرده و اذعان می‌کند. حدود 75% آنها زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. این دستاورد 40 سال حاکمیت منحوس آخوندی برای مردم استان سیستان و بلوچستان است که به اعتراف این نماینده مجلس ارتجاع بیش از 95% مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه‌ای مناسب دسترسی ندارند. خانواده، یه چیز جالب، من اومدم اینجا الان تعریف کردم پدر خانواده که این فرزندشون دختریه، لباس دخترونه نداشته، لباس پسرونه تنش کرده. خدایا تمام غریب و بیچاره برست. در کشوری که روی دریای نفت زندگی می کند، این پدر زحمتکش هم می گوید آقایون مسئولین، این وضعیت زندگی ما، سه شبش بچه هم دارن نون خشک و آب می خورن. یعنی خدا رو خوش میاد این وضع زندگی ما، شرم بر شما. این یعنی غرور مجازی نمی ده، بگرنه گریه می کردن. حاکمیت پلید آخوندی هر سو نسل میهن را برباد داده و مردم را به خاک سیاه فقر نشاندند. اما برای درست کردن جاپا در جهت اعمال تروریستی و آدمکشیش در شهرهای عراق مدرسه و بیمارستان می سازد. مرکز بسیار خوبی و میمونی برای شما ها باشه. من اینجا دارم اینجا تشکر و قدردانی بکنم از زحمات و همکاری هایی رو که همه مقامات محلی کشیدن. بهای تروریسم دیکتاتوری آخوندی را مردم ایران در اقصا نقاط کشور روزانه لمس می کنند. از کمک های بیدریق به قصاب سوریه و حزب الشیطان لبنان تا عراق و یمن. و اما اخیراً وزیر خارجه بحرین خطاب به سران غارتگر آخوندی گفته است شما که فقر مطلق رو در سیستان و بلوچستان کشورتان دارید، راجع به فقر در جهان یاوه می بافید. گزارشاتی از پروژه های غارت و چپاول آخوندی رو مشاهده کردید.
ولی همه چیز به اینجا ختم نمیشه، زیرا که آخوندهای حاکم میدونند عصر دجالگری تموم شده و مردم قیام آفرین در سرتاسر میهنمون به همه این دردها پایان خواهند داد. با امید به شکوفایی ایران زمین و با امید به پیروزی و سرفرازی شما عزیزان که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید، با شما خداحافظی میکنیم. موفق و سربلند باشید.